طریقه جفت شدن قناری ها و اینکه از کجا بفهمیم قناریمون جفت شده. سلام دوستان، حالتون چطور؟ ما امروز برگشتیم با یک ویدیو جدید در خدمتون هستیم. امروز اومدیم در مورد طریقه جفت شدن قنداری ها صحبت بکنیم و ببینیم که قنداری هایی که جفت خوردن چه علائمی رو معمولا از خودشون نشون میدن که متوجه بشیم اینها با هم کنار اومدن و دیگه جفت هستن. طبق معمول اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردی خوشحال میشیم که کانال ما رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش هم بزنید، حتما لایک بکنید، کامنت بذارید، ترجیحاً انگلیسی فینگلیش بذارید که سابتون نپره و هر از گاهی سابتون رو چک بکنید که نپریده باشه و همین دیگه. بریم ادامه این ویدیو رو ببینیم. خب دوستان عزیز، طبق معمول اگه دوستان عزیز با برنامه جلو اومدن که اینها کلن با اینها کاری نداریم، چون با برنامه جلو اومدن و طبق برنامه پرندهشون رو جفت زدن تمام شده. اما دوستانی که پرندهشون رو جفت نکردن و یا عقب موندن و یا تازه جفت خریدن، به هر حال اینها جفتاشون آماده نیست و نمیدونن که باید چیکار بکنن پرندهشون آماده بشه، مست بشه و بعد چجوری بیان اینها رو جفت بکنن. ما در این مورد میخوام با هم صحبت بکنیم، حتما تا انتهای ویدیو تماشا بکنید. خب دوستان، اول اینکه اگه پرندهتون ناخنش بلنده، ناخنش رو کوتاه بکنید. اگه نوکش بلنده، مخصوصا نوک بالا که بلند میشه بیرویه، اینها رو حتما کوتاه بکنید و بعد بیاید برنامه آماده‌سازی براش اجرا بکنید. اگه ناخن بلند باشه معمولا اذیت میکنه، تخم‌ها رو ممکنه فرو بره تو تخم‌ها و تخم بشکنه یا اینکه ضربه بزنه به تخم، یا اگر نوکش خیلی بلند باشه میتونه موقع غذا دادن به جوجه ها اذیت بکنه و اینجور داستان ها داره. پس خواهشن اول ناخن و بعد نوک رو اگه بلند هستش چک بکنید و اضافهش رو بچینید. حتما قناری نر و ماده باید برای این کار جدا بشن، یک دوره برنامه آماده سازی براشون اجرا بشه که جفتا تغذیه بشن، اون ویتامین هایی که نیاز دارن برای فصل جفت رو تامین بکنن، مست که شدن بعدن بیایم جفت کنیم. ببینید، حتما قناری نر قفس بالا باشه و ماده پایینش قرار بگیره و بعد بیاین برنامه آماده سازی قناری هایی که قبلا در موردش ویدیو گذاشتیم صحبت کردیم، برنامه‌اشو گذاشتیم، اون رو بیاین کامل اجرا بکنید که من بالا لینکشو حتما میذارم، اون ویدیو رو ببینید، برنامه رو یک جا بنویسید یا اسکرین شات بگیرید که اونو برای قناریاتون اجرا بکنید. حتما برای برنامه آماده سازی باید دقت داشته باشید که مرتب برنامه رو اجرا بکنید و اینکه اگه میخواید نامرتب این برنامه رو اجرا بکنید برای پرندتون، پیشنهاد میکنم که اصلا انجام ندید، بهتره. اون اوایل برنامه سبکتره و کم کم سنگین میشه، پس به هیچ عنوان از هفته اول نپرید هفته چهارم یا اینکه از هفته سوم شروع نکنید. حتما از هفته اول روز به روز مرتب بیان اجرا بکنید برنامه رو و تمامی چیزهایی که نوشته شده باید اجرا بشه. و اینکه بعد از اینکه این کامل این برنامه رو اومدید اجرا کردید، پیشنهاد من اینه که دوستان بیان یک 4 روز 5 روز 3 روز حالا حداقل بیان قفسه رو کنار هم قرار بدن، به هم نزدیک بکنن که جفتا همدیگر رو ببینن. یعنی اینکه روز این برنامه 4 هفته هستش، هفته 4 روز میتونه یکی دو روز انتهایی رو بیان این کار رو انجام بدن، یا اینکه حالا این برنامه آماده سازی تموم شد، چی دارم میگم، دوچاره لکنت شدم، این برنامه آماده سازی اجرا کردید کامل، بیان 3-4 روز جفتا رو قفسهاشون رو به هم بچسبونید کنار هم، همدیگر رو ببینن و بعد بیاین جفت کن. و اما مرحله رسیدیم که جفت ها آماده شدن، هم نر هم ماده کاملا آماده هستن، پس ماده کوزه ای شده، پس نر کاملا بالا اومده و استوانه شکل شده و قرار ما اینها رو جفت بکنیم. ببینید، در مورد علائم مستی و پس قناری که
نرش مسخ میشه و یا مادهش مسخ میشه چجوری هستش ما صحبت کردیم، ویدیوشو بالا میذارم، اون ویدیو رو حتما حتما تماشا بکنید که پس قنداری رو بدونید که وقتی آماده میشه چجوری میشه. حالا چجوری با اینها رو کنار هم بندازیم و در واقع جفتشون بکنیم. ببینید اختلاف نظر توی جفت زدن قناری ها یه کمی زیاده. یه عده میگن که باید قناری ماده رو بندازی توی قفس نر، یه عده میگن نه این کار اشتباهه، قناری نر رو باید بندازی توی قفس ماده. یه عده هم هستن میگن که نه اصلا فرقی نداره، اگه قناری نر و ماده کامل مست باشن و آماده باشن اینجور چیزها رو نگاه نمی کنن و جفت میخورن. ببینید نظر من هم همین سومی هستش، طی تجربیاتی که داشتیم دارم عرض میکنم، اگر به اندازه کافی هر دو هم جنس نر هم ماده آماده یا آماده باشن اینجور چیزها رو نگاه نمی کنن. تا میای جفت میکنی 5 دقیقه هم نمی کشه، نر میاد پشتی میگیره و جفتگیری رو شروع میکنه و راحت هم جفت میشن. پس طبق چیزهایی که دیدیم، البته من دارم میگم طبق چیزهایی که دیدم و تجربه کردم، این مورد سومی در واقع ارجح تره. ولی پیشنهادی که میکنم این که بیاین از روش اینکه ماده رو بندازیم توی قفس نر این کار رو انجام بدید. ببینید توی سالن ها هم معمولا جنس ماده رو میندازن توی قفس نر، چون که دم و دستی تر هستش و اینکه چون کلن قناری های ماده توی گل هستن زمان آماده سازی، ولی قناری های نر تک هستن، قناری های نر تک هستن، جایگاهشون مشخص هست، قفص ها شماره بندی شدن، ماده هایی که با هم هستن و فقط میان انتخاب میکنیم کدوم ماده رو بزنیم با کدوم جفت و کاراشون رو انجام میدیم و ماده رو میندازیم توی قفص نر. ولی چه وقتی و چه ساعتی این کار رو انجام بدیم؟ ببینید برای جفت زدن قناری 15 دقیقه 20 دقیقه قبل از اینکه ما خاموشی رو بزنیم بیایم قناری هامون رو جفت بکنیم، این بهترین تایم هستش. و اینکه اون صبح هم که از خواب بلند میشن میبینن که جفتشون کنارشون هستش و احتمال درگیری و نزاع یه کمی کمتر هستش. و اگر دیدید اون 15 20 دقیقه اول درگیری دارن یا روزهای بعدش درگیری دارن، تا 3 4 روز اول یک درگیری و یک نزاع ممکنه ایجاد بشه و طبیعی هستش و جای نگرانی نداره. اگر دیدید بعد از 3 4 روز این درگیری ها ادامه داشت و یا اینکه خیلی شدت گرفته، بیاید قناری هاتون رو جدا بکنید، چون اینا همدیگر رو پسند نکردن یا اینکه به اندازه کافی مست نیستن و آماده نشدن، یا قناری نر یا ماده یا هر دو آماده نیستن یا یکیشون آماده نیست. پس این نکته هم حتما توجه داشته باشید، هر دو کاملا آماده یا آماده باشن بعد بیاید جفت بزنید که راحت تر همدیگر رو پسند بکنن و جفت بخورن. و اما دمای محیط نگهداری قناری ها بین 23 درجه سانتیگراد تا 25 درجه سانتیگراد باشه و اگر میخواد این نوسانی هم بزنه تو همین رنج باشه. و اینکه مکانتون رو به مکان پرتردد یا شلوغ تبدیل نکنید. محیط نگهداری قناری ها و جفت ها یک محیط کم تردد باشه و اینکه هیچ سرک نکشید، زیر نظر نگیرید. ببینید من توی ویدیوی جفت زدن عروس هلندی ها هم گفتم بعضی دوستان میان در واقع صبح تا شب اینا رو زیر نظر میگیرن که جفتگیری میکنن که جفتگیری نمیکنن. پس خواهشان از این کارهای عجیب غریب نکنید که بگید آقا من زیر نظر گرفتم اینا جفت نمیخورن. اکثره بذار خیالتون راحت بکنم، اکثر جفتگیری های قناری ها طلوع صبح اتفاق میفته و معمولا هم کسی نمیبینه، خیالتون راحت باشه. و اما از کجا ما بفهمیم که قناری ها با هم کنار اومدن یا اینکه جفت شدن و جفتگیری کردن؟ خلاصه با هم کنار اومدن، چون موضوعی هستش که خیلی دوستان علاقه دارن بدونن. ببینید من براتون توضیح میدم علائمی که از خودشون نشون میدن، اینا رو بهتون میگم که راحت تر متوجه بشید. اگر قناری هایی رو که با هم جفت کردید درگیری و هیچ نزاعی نداشتن، راحت روی یک نشیمنگاه نشستن، کنار هم نشستن، بدونه که اینها با هم کنار اومدن یا خیلی زود به هم علاقه نشون میدن و جفتگیری میکنن.
یا اگر دیدید کنار هم میشینن، نوک به نوک میشن، به همدیگه دون میدن، این هم یک ابراز علاقه بین همدیگه هستش، یعنی که همدیگه رو پسند کردن و جفتگیری میکنن، یا اینکه جفتگیری کردن شما ندیدید. اگر جفتگیری هم کرد که دیگه خودتون متوجه این داستان میشید. اینها علائمی هستش که از خودشون نشون میدن، یعنی که اگر دیدید هم قناری نر هم قناری ماده دارن برای میرن کف قفس و کاغذ پاره میکنن، حمل میکنن با خودشون اینور اونور، مخصوصا قناری ماده، اگر این کار رو کرد و درگیری هم نبود، یعنی اینکه پرنده با هم کنار اومدن و میخوان لانه سازی بکنن و پی زندگیشون برن. پس اینها علائمی هستش که معمولا از خودشون نشون میدن. و اما سوالی که پیش میاد اینه که ما کی باید لونه رو در اختیار قناری ها بذاریم؟ ببینید، لونه رو بهتره که روز ششم هفتم که جفت کردید، یعنی 6 روز 7 روز بعد از اینکه جفت کردید، بیاید لونه رو در اختیار قناری ها بذارید. اگر زودتر بذارید، ببینید مثلا روز دوم بذارید، روز اول بذارید، اگه مدتتون به شدت مست باشه، این امکان فراهم میشه براش که بیاد سریع لونو چات بکنه، بشینه روش و تخم مستی بذاره، بعد داستان میشه، با هم دیگه جفت نمیخورن و درگیری ها خیلی زیادتر میشه. و اما یک نکته یا یک تذکری بهتون بگم که ببینید، به هیچ عنوان پرندهایی که جفت هستن و قفس هاشون رو جابجا نکنید، یا اینکه روی تخم هستن یا اینکه روی جوجه هستن، به هیچ عنوان قفس رو جابجا نکنید، از این اتاق به اون اتاق نبرید، از این خونه به اون خونه نبرید، از این کارها رو به هیچ عنوان نکنید که دیگه داستان میشه براتون. نمیخواستم داستانش هم بهتون بگم، بذارید داستانش هم بگم چون شاید سوال بشه براتون، اینه که اگر رو تخم باشه رو تخم نمیخوابه، اگر رو جوجه باشه دیگه طعم نمیزنه و به جوجه غذا نمیده. اینها امکانش هست، از 100% شاید 85% 90% این اتفاق بیفته، تا 80% این اتفاق بیفته. خیلی کم پیش میاد که جفتی که از دوباره بعد از جابجایی بیاد رو تخم بخوابه یا اگر جوجه داره به جوجه‌هاش غذا بده. و اینکه نکته دیگه هم که میخواستم بگم، اگر هم تازه جفت زدید، امکان داره که پس برن و دیگه کارتون بدون نتیجه بمونه. خب به انتهای این ویدیو رسیدیم، دمتون گرم. من نکته‌ای که توی ذهنم بود رو بهتون گفتم، امیدوارم مفید باشه براتون. و اینکه اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردی، برای حمایت از ما حتما سابسکرایب بکن. اگه علاقه دارید به اینجور سب ویدیوها که در واقع در مورد پرورش پرندگان زینتی مثل قناری و عروس هلندی در موردش صحبت بشه، اگر دوست داری بزن دیگه سابسکرایب بکن و تنبلی نکن و حتما لایک بزن و اینکه کامنت بذار، ترجیحاً انگلیسی یا فینگلیش بذار که ثابت نپره. خیلی خیلی چاکریم، ببخشید که پرحرفی کردیم. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.